مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. همانا الله متعال توبه و انابت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهاجران و انصار را که در آن زمان دشوار جنگ تبوک از او پیروی کردند پذیرفت. بعد از آن که چیزی نمانده بود دلهای گروهی از آنان منحرف شود، باز هم الله متعال انابتشان را پذیرفت و آنان را بخشید. همانا الله متعال نسبت به آنان رؤوف و مهربان است. در این آیه الله متعال به صراحت بیان می نماید که لغزش های مهاجرین و انصار را به خاطر شرکت در غزوه تبوک و تحمل مشقات و سختی های آن بخشیده است، اگرچه در وهله اول مقداری تمایل به آرامش و عدم شرکت در غزوه را داشتند، اما الله متعال به آنان صبر و استقامت بخشید و توفیق داد تا در این غزوه شرکت نمایند. دوبار الله متعال میگوید توبه آنان را پذیرفته است و آنان را بخشیده است و الله متعال نسبت به آنان بخشاینده و مهربان است و این فضیلت بزرگی برای آنان به شمار می‌رود.